وقت بخیر به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 سرطان سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 جولای سال 2023 میلادی. در نخواست سرخط مهمترین خبرها. آغاز چوکات استراتژیک تازه سوی سازمان ملل به هدف حمایت از افغانها. کارشناسان به جای کمک های نقدی با نیازمندان خواهان ایجاد زمینه های کاری برای آنانند. آجندای اصلی نشست مشخص نیست. قرار از هند میزبان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای باشد. و خواست سازمان همکاری های اسلامی برای جلوگیری از اهانت به قرآن کریم و پیامبر اسلام. وال هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. هند میزبان نشست سازمان همکاری های شانگهای است. هرچند تا کنون آجندای اصلی این مشخص نیست، اما قرار است اشتراک کنندگان نشست در کنار مسائل منطقه‌ای روی وضعیت افغانستان هم گفتگو نمایند. کارشناسان برگزاری چنین نشست ها را برای بهبودی وضعیت مؤثر می دانند، اما روی عدم حضور نماینده امارت اسلامی در آن انتقاد دارند. قرار است بر روز سه‌شنبه هند میزبان 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای باشد. این دومین نشست این سازمان در 3 سال گذشته است که به هدف بررسی وضعیت منطقه در کشورهای متعدد برگزار می گردد. این بار هم قرار است تا در این نشست در کنار مسائل مربوط به منطقه روی وضعیت روان افغانستان هم گفتگو صورت گیرد. کارشناسان میگویند افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و با عنوان بازیگر مرکزی در صلح و ثبات منطقه بر عنصر مهم مورد بحث این سازمان مبدل گردیده است. افغانستان در شانگهای د همکاری سازمان د غړو هیوادونو لپاره ځانګړی ارزښت لري. د دغه سازمان اکثر غړي هیوادونه یا د افغانستان سره ګډ پولی لري او یا د افغانستان په نږدې ګاونډ کې پراته دي. برسره پر دې د افغانستان جغرافیا د دغه هیوادونو ترمنځ د تړاو او رشه درشه پل دی او کړی ده. له دې کبله د افغانستان امنیتي حالات، د افغانستان اقتصادي حالات او په افغانستان کې د ټولنیز ژوند د سطح ښه والی یا بدوالی مستقیما د دغه هیوادونو په اوضاع باندې تاثیر کوي. شهر سمرقند ازبکستان که میزبان 22مین نشست سازمان همکاری های شانگهای بود، در کل در آن روی ایجاد حکومت همشمول، نتایج منفی به حاشیه کشیدن افغانستان و بحث در مورد امنیت و ثبات افغانستان اجندای مورد بحث آن بود. این بار هرچند مشخص نشده که کشورهای عضو سازمان یاد شده در رابطه با افغانستان روی کدام موارد صحبت میکنند، اما ایجاد حکومت همشمول، محدودیت های مالگردیده بر دختران و زنان و تهدیدات تروریستی از جمله مواردی هستند که در نزدیک به هر نشست روی آن بحث میگردد. شانگهای غونډه معمول غونډه ده، معمولا پارک در وقت زمان من کی د افغانستان سید چل 2012 کال ناظر غړي ټول ده سازمان لري، اما تر هغه پورې دننه چې په کور دننه امارت اسلامي طالبان اصلاحات رانودي، د حقوق بشر پر بنیاد باندې ښځو حق او د نجونو د تعلیم حق ورنه کړي، همداسې اداره دایمي جوړه نه کړي او مسلکي کسان رانولي، نو دا مشکله ده چې بعضې ستونزې چې دي دلته دا حل کړی سي. اما عدم حضور افغانستان من حیث یک کشور عضو نظارگر سازمان همکاری های شانگهای مورد است که هر گونه نتایج بحث این سازمان را غیر مؤثر ثابت کرده است. صاحب نظران میگویند که در نزدیک به هر نشستی که به طور مستقیم مسئله افغانستان در آن روی بحث گرفته می شود، باید نماینده حکومت سرپرست هم در آن حضور داشته باشد تا تصویر حقیقی افغانستان به طور درست انعکاس داده شود. که د افغانستان محور باندې هر سیمه ایز او نړیوال ناسته کې ښه به دا وي چې د یو مثبت تعامل په خاطر باندې، د مثبتې نتیجې په خاطر باندې کابل په دغه ناستو او کنفرانسونو کې مستقیما داخل وي. زه په دې باور یم چې شانگهای د افغانستان او سیمې لپاره مهم دریځ ده.
دغه دریز باید د شانګهای غړي هیوادونه د افغانستان او سیمې په ثبات وکاروي او د شانګهای د کنفرانس نتیجه او د ثبات ټکي دا په افغانستان پورې اړه لري. اما باز هم انتظار این است که اشتراک کنندگان در این نشست با توجه به شرایط کنونی افغانستان و بر بنیاد دلایل حقیقی با مسائل روان در این کشور برخورد نمایند. ایلمانی چه د شانگهای د سازمان فیصله لکه د غربی و دو پشان نوی او د افغانان لپاره یو داسې لاسته راوړنې ولري چې له یوې خوا د افغانستان د اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه انځور هلته وړاندې شي، له بلې خوا د افغانستان د اسلامي امارت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ وکولی شي یو ښه لابیګري څرګنده کړي. نشست سازمان همکاری های شانگهای که 8 عضو دائمی دارد به گونه نوبتی سال یک بار در کشورهای منطقه و آسیای مرکزی برگزار می گردد که هدف اصلی ایجاد آن بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده و دریافت راه حل مشترک معقول برای چالش ها و مشکلات موجود در این راهند. حاصلات کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 80% کاهش یافته است. روزنامه تلگراف در یک گزارش گفته حاصلات کوکنار در افغانستان به گونه بی سابقه کاهش یافته و مبارزه حکومت سرپرست در برابر آن دلیل اصلی آن است. در گزارش گفته شده تنها در هلمند کشت کوکنار از 320 هزار جریب زمین به نزدیک به 2500 کاهش یافته است. با اینکه در جریان حکومت پیشین با مواد مخدر مبارزه صورت گرفته، اما نتایج آن خلاف توقع ملموس بودند. همزمان با حاکمیت امارات اسلامی به اساس یک حکم در ماه اپریل سال 2022 تولید و کشت مواد مخدر منع اعلان گردید. مدعیان آن در صورت تخلف محکوم به مجازات شدند. تازه روزنامه بریتانیایی تلگراف در یک گزارش خود مبارزه حکومت سرپرست را موافقانه خوانده و گفته نسبت به سال گذشته حاصلات کوکنار در افغانستان 80% کاهش یافته است. حاصلات کوکنار در سال گذشته 80% کاهش یافته است، زیرا طالبان فصلهای زیادی از آن را از بین بردن و بدحاقین و مجرمین کوکنار جزا می دهند. با اساس گزارش این روزنامه، سالهای گذشته نزدیک به 4/5 حصه کوکنار افغانستان در هلمند تولید می گردید و تصاویری به دست آمده توسط ساتلایت نشان می دهد که در این حالت سال گذشته بر 320 هزار جریب زمین کوکنار زره گریده بود، اما این رقم امسال به 2500 جریب کاهش یافته است. زمان در هلمند نزدیک به 4/5 حصه کوکنار افغانستان تولید می گردید. بر اساس تصاویری که توسط ساتلایت برداشته شده، امسال تنها در حدود 2500 جریب زمین کوکنار کشت گردیده، در حالی که سال گذشته بر اساس تخمین بر 3020 جریب زمین کوکنار زره گردیده بود. یکی از کارشناسان بریتانیایی بخش مواد مخدر در گفتگو با روزنامه تلگراف مبارزه حکومت سرپرست را در بخش مواد مخدر در تاریخ بشریت موفق خوانده، اما براز نگارینی نموده اگر در سال آینده هیروئین دریافت نگردد احتمال ورود مواد نشه‌ای فنتانیل به بازار است که یک بار استعمال آن سبب مرگ می‌گردد. مبارزه طالبان در برابر مواد مخدر در تاریخ بشریت موفق ترین تلاش است، اما من فکر می کنم نگرانی این است اگر هیروئین کاهش قابل توجه یابد و تا سال آینده در بازار به دست آید، بیشتر فنتانیل وارد سیستم خواهد شد. اگر فنتانیل و سایر مواد وارد بازار شوند، به جای معتاد شدن آمار مرگ و میر افزایش خواهد یافت. مردم تا چند روز به هیروئین مبتلا نمی گردند، اما استفاده یک بار فنتانیل نهایی هم است. در گزارش روزنامه تلگراف این نگرانی هم صورت گرفته که در نتیجه مبارزه علیه مواد مخدر آمار بیکاری در افغانستان افزایش یافته و آنها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنند. با اینکه حکومت سرپرست در رابطه به گزارش تازه روزنامه تلگراف واکنش نشان نداده، اما قبلا گفته بود که برای دهقین تخمهای اصلاح شده را در بلل کوکنار توزیع خواهند نمود. سازمان ملل به خاطر حمایت از افغان‌ها چوکات استراتژیک جدید را آغاز نمود. در این چوکات استراتژیک سازمان ملل اولویت به مسئولیت افراد متضرر، بجا شدگان، مهاجرین و اقلیت‌ها داده شده است. کارشناسان از این اقدام قدردانی نموده و در کنار آن به جای کمک‌های نقدی با نیازمندان خواهان ایجاد زمینه‌های کاری برای آنان هستند.
سازمان ملل تا سال 2025 برای حمایت از افغانها چوکات استراتژیک خود را در افغانستان اعلان نمود. هدف از این چوکات استراتژیک در افغانستان اولویت دادن به حقوق زنان، کودکان، بی‌جا شدگان داخلی، مهاجرین و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان این چوکات را برای مردم این کشور یک پیشنهاد مؤثر خوانده تا به گفتش نیازمندی های اساسی بشری در افغانستان خاطر نشان شوند. سازمان ملل و همکاران آن می دانند که تنها کمک های بشری نمی تواند در دراز مدت نیازهای افغانها را مرفوع سازد. آیا سازمان ملل خواهد توانست که این چوکات را به طور کامل عملی نماید؟ این امر است که به اعمال مقامات حاکم و سازمان‌های همکار تعلق می‌گیرد. این چوکات استراتژیک که در مشوره با کشورهای عضو سازمان ملل و همکارانش ترتیب گردیده، اولویت‌های مشترک دو جانبه مؤثر و تکمیل کننده نیازمندی‌های بشری افغان‌ها را نشان داده است. شریکان و کشورهای عضو ما در مشوره های نزدیک سه اولویت عمده نیرومند و تکمیل کننده مانند خدمات مهم، فرصت های اقتصادی و معیشت انعطاف پذیر، هماهنگی اجتماعی وصل، برابری جنسیتی، حقوق بشری و حاکمیت قانون را تیم کشورهای ما معلوم نموده است، به خاطر که این موارد نیازمندی های اساسی افغانها را مورد حمایت قرار می دهد. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل برای افغانستان کمک های سازمان یاد شده را به خاطر جلوگیری از افزایش بحران بشری کافی نخوانده و در این بخش تاکید به حمایت کمک کنندگان و اعمال مقامات حاکم می نماید. چوکات استراتژیک ما یک پیشنهاد نیرومند کمک رسانی به مردم افغانستان است که نیازهای اساسی بشری آنها را معلوم و روند کمک‌های نجات بخش زندگی را تکمیل می‌سازد. کارشناسان حقوقی خواهان حمایت دوامدار سازمان ملل از افغانستانند و تأکید می‌نمایند که سازمان یاد شده کمک‌های خود را در این کشور روی پروژه‌های به مصرف برساند که در نتیجه آن برای مردم زمینه کاری فراهم گردد. دغه مرستې کمې دي د افغانستان لپاره. افغانستان خلک ډېر بېوزله دي او غریب دي، په دې کې هم ډېروالی راشي. بلې یو خبره دا کوم چې که چېرې موږ ته په غټو پروژو باندې دلته کار وشي او په غټو غټو فابریکو باندې کار وشي، چې موږ وکولی شو چې د دې مرستې نه هم خلاص شو، د بدبختۍ نه هم خلاص شو، نو د دوی دپاره به دا په کار ده چې موږ ته په داسې کارو باندې کار وکړو، غټو پروژو باندې کار وکړو، په داسې فابریکو باندې چې موږ وکولی شو چې کاري فرصت دلته موږ ته برابر شي، زموږ ځوانان وکولی شي چې په کې کار وکوي او د کار په مقابل کې هغه خپلې پیسې واخلي. دلته به یو غربت له منځه تللی وي او بلخوا به زموږ افغانستان د پرمختګ طرف ته روان وي. سازمان ملل در حال چوکات استراتژیک خود را برای حمایت از افغانها اعلان می نماید که به اساس آمار این سازمان اکنون نزدیک به 28 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک های بشری دارند. یونیسف سال روان به 19 میلیون افغان کمک های غذایی و صحی را عرضه کرده است. یونیسف یا صندوق وچه حمایت از کودکان سازمان ملل می گوید که علاوه از عرضه خدمات مذکور، به همکاری بانک جهانی و انکشافی آسیا جلو رکود سیستم صحی را در افغانستان گرفته است. حکومت هم کمک های یونیسف را تایید می کند و روی دوام همکاری های مذکور تاکید دارد. یونیسف یا صندوق وجهه حمایت از کودکان سازمان ملل اعلان کرده که سال روان به 19 میلیون تن در افغانستان کمک های صحی و غذایی را عرضه کرده است. این اداره افزوده که با آموزش دادن 27 هزار کارمند صحی و فعال نگه داشتن به هزاران مرکز صحی جلوی سقوط سیستم صحی را در افغانستان گرفته است. با همکاری بخش آسیای جنوبی، بانک جهانی و بانک انکشافی آسیا سال روان با آموزش 27 هزار کارمند صحی و فعال نگه داشتن با هزاران مراکز صحی جلوی رکود سیستم صحی را در افغانستان گرفته ایم و در حدود 19 میلیون افغان خدمات صحی و غذایی را عرضه نموده ایم. در همین حال حکومت سرپرست در کنار امتنان از کمک های مذکور، خواهان دوام این کمک ها از سوی مؤسسات همکار گردیده و اطمینان به همکاری در این زمینه هم داده است. اسلامی امارت یونیسف او دی نور روغتیایی خدماتی مؤسسه به خدمتون مننه کوي او غوښتنه هم د افغانستان په لور پروتو سیمه خدمات کړي. اسلامی امارت د صحت عامه وزارت هم له دوی سره په همکاري کې د دوی خدماتو څخه مننه.
مسئولین هم کمک های سازمان های جهانی را در کشور مهم میپندارند و تاکید دارند که در کاهش سطح فقر به تلاش های خود ادامه خواهند داد. با توجه به شرایط افغانستان بدون شک کمک های سازمان های بین المللی و مردم افغانستان هم در بعد بشردوستانه و هم در بعد انکشافی میتونه مهم ارزیابی شود. امارت اسلامی هم از کمک های جامعه بین المللی استقبال میکنه و تلاش ما هم ایست که از نظر ایجاد اشتغال در کاهش فقر نقش اساسی خود را ایفا بکنیم. باور این است که حکومت برای مهار و جلوگیری از فقر و وضعیت بد اقتصادی باید در داخل کشور فرصتهای شغلی را فراهم سازد تا با آن گراف فقر و بیکاری کاهش یابد. بدی که هیچ شک نشتا چی در افغانستان اوسانه بد ورزی تا دغه مرستی ضروری دی، اما په هغه شکل چې لګول کیږي او یا تر اوسه پورې لګیدلی دي یا کوم میکانیزم ورته شته دی، دا دومره د افغانانو درد نشي دوا کولی. به منظور مدیریت وضعیت راه حل اساسی است که ما جای کار به مردم ایجاد کنیم و دامنه اشتغال زایی در مملکت افزایش بدیم تا مردم صاحب کار شوند و از نیازمندی و فقر بیرون شوند و این مسئولیت دولت است. قبل از این اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل گفته بود که در سال 2023 روان میلادی برای عرضه خدمات صحی در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دیده می شود. در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی ایران 4 مهاجر افغان کشته شدند. این مهاجرین که می‌خواستند به گونه قاچاقی وارد خاک ایران شوند، در نتیجه تیراندازی نیروهای ایرانی 4 تن آنان جان باخته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. کارشناسان امور در کنار توجه به وضعیت مهاجرین، ایران را متهم به نقض حقوق مهاجرین می‌نمایند. برخی از افغان‌هایی که می‌خواستند از راه‌های غیرقانونی وارد خاک ایران شوند، از سوی نیروهای سرحدی این کشور تیرباران گردیده که در نتیجه 4 تن آنان کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. کارشناسان امور به این باورند که فقر و نبود فرصت‌های کاری از عواملی هستند که بیشتر جوانان را وادار به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌نماید. اول خو انتقاد خپل بونګ افغانان ته گیرځي چې ولی ته کار زمينه خلکو ته نه برابرۍ چې خلک کډوالۍ د دې وطن نه تښتي. بل دا چې هغه گاونډي وادونه لکه ایران په اصطلاح چې د بین المللي قوانینو په اصطلاح تر پښو لاندې کولو په اثر باندې دوی پر مهاجرینو باندې پر ډزې کوي او وژل کیږي. دغه د موږ تاسو بیچاره بې وزلې افغانان چې یا د یو ګولۍ ډوډۍ دپاره یو خواته ځي یا د ځان د ژغورل دپاره یو خواته ځي یا دغه مسکینی و فقر ده چې دوی مجبوری چې کډوال سي. از سوی دیگر کارشناسان امور می افزایند حکومت سرپرست مسئولیت دارد تا وضعیت و حالت مهاجرین افغان را پیگیری نموده و از نهادهای بین المللی می خواهند همچون مال کشور ایران در مقابل افغانهای مهاجر را تقبیه نماید. مسئولین امارت اسلامی خصوصا سفارت افغانستان در تهران باید با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی و دلجویی نمایند و از سوی دیگر از مجرای دیپلماتیکی تا روشن شدن کامل قضیه این موضوع رو باید پیگیری نماید. از وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم به خاطر مشکلات میان مرزی افغانستان و ایران و مشکلات مهاجرینی که در سرحدات و همچنان در داخل ایران با وقوع می‌پیوندند با مقامات ایرانی صحبت‌های جدی نمایند. و این بار نخست نیست که افغان‌های مهاجر در مسیر راه‌های غیرقانونی از سوی نیروهای سرحدی ایران مورد هدف قرار می‌گیرند، بلکه قبل از این نیز 14 تن در نتیجه شلیک نیروهای ایرانی جان‌هایشان را از دست دادند. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه و وزارت دفاع و ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت نظر آنان نگردیدیم. اگر برای شخصیت‌های افغان بعد از برگشت
اجازه کار و فعالیت های سیاسی در دولت داده نشود، نتیجه مثبت را در پی نخواهد داشت. کمیسیون تماس با شخصیت های افغان تا اکنون از برگشت 582 تن به کشور خبر می دهد که در آن علاوه از مسئولین نظامی، والیان حکومت پیشین و اعضای کابینه و پارلمان شامل هستند. کارشناسان درخواست می کنند که کمیسیون یاد شده با تغییر در طرز عمل خود زمینه برگشت برای کسانی را فراهم نماید که سابقه جرمی نداشته باشد. در دې مهاله پورې 1502 اتیا کسان بیرته هیواد ته راګرځېدلي دي. په دې کې لوړ پوړي چارواکي موجود دي، د وزیرانو په کچه باندې، د معینانو، وکیلانو، د پارلمان د غړو او دغسې د پوځ د لیکو د افسرانو او د پولیسو افسرانو او د والیانو په کچه باندې، د امنیه قمندانانو، ولسوالانو په کچه باندې کسان تر اوسه پورې راګرځېدلي. خو خبره دا ده چې کوم طرز العمل له مخې دا کار کیږي. داسې طرز العمل چې هغه ورته اړتیا ده نشته، نه په سترګو کیږي. بل دغه کسان چې راځي، هغه ډیری چې کوم راغلل بیرته بیا له ملک نه ووتل. تعریف نشته چې کوم کسان راوغوښتلی شي او د کومو موخو دپاره. نو دې ته پکار ده چې د هغه موخې وټاکلی شي، چې تر څو پورې یوازې د ژوند کولو موضوع دلته رامنځته کیږي، او که د دوی نه به د هیواد په ځینو نورو عرصو کې هم کار واخیستلی شي. زما په نظر باندې که چیرې واقعا د دعوت اداره په دې باندې توانېدلی وای چې د نړۍ په کچه باندې مسلکي افغانان، ژمن افغانان، د ملي فکر خاوندان، هغه افغانان چې واقعا افغانستان د سیالولو او د افغانستان د اقتصاد، سیاست او نظام جوړولو کې دوی واقعا متخصصین دي، هغه را دعوت کړی وای د افغانستان د خلکو په خیر او د افغانستان د آینده نظامونو په خیر به تمامېدی. متشبسین زن از نبود بازار برای تولیدات و مالی بلند شکایت می کنند. آنها می گویند مالی بلند از سوی حکومت و نبود بازار برای فروشات و محصولات آنان از جمله مواردی هستند که در نتیجه آن کاروبار آنها را متاثر نموده است. اما مسئولین وزارت صنعت و تجارت می گویند آمار زنان متشبس 60% افزایش یافته و برای نزدیک به 600 زن تازه جوازهای کاری توزیع گردیده است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.